سلام و احترامات برای هموطنان عزیزم دوستای گرامی این بار خواستم که یک موضوع جدید خدمت هموطنان عزیز پیش کنیم دوستان عزیز این موضوع که شما میبینین البته یک درس فرانسوی با احمد زی البته یک درس یا درس های فرانسوی با احمد زی نام از این موضوع رو دوستان ماندیم که Hello Compatriot و به فرانسی میگه بونجور خیود یا سلام هموطن دوستای گرامی این درس از نو ا شروع می شود دیگه در این موضوع به شما انگلیسی نیز استفاده کردیم به خاطر که زیاتر هموطنای ما در وطن ما و شما در مکاتب درس های انگلیسی را خوانده و زودتر میتواند که درک کند یک درس را از طریق انگلیسی به او خاطر استفاده کردیم باز هم تمام درس ها به پشتو و دری در چینل ما موجود می باشد دوستانی که علاقه در دری است به دری می تاند بیاموزد کسایی که با پشتو یاد می گیرد می تاند به پشتو درس بخواند اگر کدام سوال انتقاد پیشنهاد داشته باشین دوستا می تانید که به کامنت با ما بگذارید به زودترین فرصت به شما جواب می دهم دیگه از که وخت تانځای نشوود بیا انکه آغاز میکنیم او میبینیم که از کجا شروع میشود دوستاګرمي مون شما درس اولی مو از گریټینگ استه گریټینگ به مونای چی سالوتاسیون 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 به مونای چی احوال پرسی احوال پرسی چناوه به چه قسم به فرانسوی میکنیم اینجا انواعش به شما تشریح کردیم درست است که در قدم اول درس اول از چی شروع شده از بونجور از بونجور که هلوس و ما شما به زبان خود سلام علیکم میگیم دوستای گرامی در این بخش قسم که شما مشاهده میکنین چهار کالام و یا چهار ستون استک ستون اولی فارمل ستون دومی انفارمل ستون سومی باز فارمل ستون چهارمی انفارمل در قدم نخست شما باید به بفهمین که فارمل چی مانا و انفارمل چی مانا فارمل به معنای رسمی و انفارمل به معنای غیر رسمی و یا این قسم به شما به این طور به شما تشریح بدهم زمانی که ما شما با یک کس نو با یک کسی که رتبه بالا داشته باشد بلند مرتبه باشد مانند کدام منیجر باشد مانند کدام مدیر باشد مانند کدام استاد باشد و یا وزیر باشد و غیره و غیره ما شما زبان رسمی استفاده میکنیم زمانی که ما شما با یک دوست خود گپ میزنیم با فامیل خود با اندیوال خود با سنیفی های خود از چی استفاده میکنیم؟ از زبان انفاقمل و یا غیر رسمی درست است؟ پس بیاین که آغاز کنیم و هر کدام از اینا رو با, با ما تلفظ کنین زمانی که تلفظ میکنیم بعدا به شما به انگلیسی ترجمهش میکنم و به زبان دری دیگه بیاین که آغاز کنیم Bonjour. 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 hello. Dosto Bonjour. 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 کسی روبرو می شود به کدام دفتر می روید اگر بونجور بگوین به معنای ازی است که میگن صبحتان بخیر یعنی گود مورنینگ درست است و به معنای این هم است که هلو درست است پس بونجور دو معنا داره معنای اولیش ای است که صبحتان بخیر یعنی گود مورنینگ و معنای دومیش این است که هلو یعنی سلام علیکم زمانی که شما به کس طرف شو برو می شوید و می که با او رسمی سخن بگوید، چی می گید؟ بون سواخ بون سواخ. بون تکرار کنین، بون سواخ بون سواخ پس بون سواخ دوستای گرامی چی معناستک؟ به معنای از که شام شما بخیر شام شما بخیر تنها به این معنا نیست که شما میگین شام شما بخیر به معنای این هم است که سلام علیکم درست است؟ هر دو معنا اینجا گرفته می شود از این چی شما بگوین که شام شما بخیر و یا چی بگوین که هلو درست است؟ عین معنا را می دهد لغت سیومی که است همراه ما تلفظ کنین بونب بون اب خمیدی بون اب خمیدی بون اب خمیدی بون اب خمیدی بون, اب خمیدی. بون, اب خمیدی. بون اب خمیدی چی مانا؟ اول به انگلیسی به شما با ترجمه میکنم که گود افترنون چی؟ گود افترنون گود افترنون به مانای عزیزته که بعد از ظهرتان بخیر بعد از ظهرتان بخیر و به مانای نیز است که هلو درست است؟ چی شما بگوین که سلام یا سلام علیکم یا چی بگوین که بعد از ظهرتان بخیر و آخری اصطلاح که شما میبینین نوشته است که بونوی بونوی تکرار کنید بونوی بون نوی بون نوی, بون نوی. تی تلفظ نمیشود دوستان bonne nuit bonne nuit bonne nuit bonne nuit bon -nui. چی معنا که شبتان بخیر شبتان بخیر به انگلیسی چی قسم میگیم good night good night دوستای گرامی این بعض اصطلاحات بوده که فاقمل بودک البته فارمل یعنی رسمی بودک حالا شما غیر رسمی همراه دوستایتان همراه سنفیایتان همراه هر کسی که شما روزانه اندیوالی دارین میخواین همراه او سلام علیکی کنید پس شما در هر زمانی که باشد چی صبح باشد چی شام باشد چی بعد از ظهر باشد و یا چی شب باشد شما میتونید که بگید سلو. سلو 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 چی مانا سلو؟ سلو به مانای هلو یعنی سلام علیکم درست است؟ دوستان البته در دو ستون ما شما آموختیم که چه قسم سلام میگوییم به مردم و یا چه قسم صبح خیر و بعد از ظهر بخیر و شب بخیری میگوییم حالا جوابه هایش در این دو ستون دیگر می آموزیم فاغمل و انفاغمل اینجا باز هم رسمی چه قسم شما با کسی میگوید که خدا حافظ و چه قسم غیر رسمی میگوین پس بیاین که آغاز کنیم اک... کوشش کنین که همراه ما تلفظ کنین تا که بهتر زبانتان عادت کند اغواغ 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 دوستا چی مانا؟ گود بای بمانای با ازی که خدا حافظ خدا حافظ لغت بعدی که است ابیانتو تکرار کنین از امرای ما ابیانتو ابیانتو ابیان تو ابیان تو ابیان تو چی مانا؟ به از اینکه سی و زود میبینمت زود میبینمت درست است؟ بعدن که استک کوشش کنید همراه ما تکرار کنید ادومه ادوم ادومه ادوم ادومه. ادومه چی معنا می دهد به معنای از ای هست که سو تومارو سیو تومارو فردا می بینمت فردا می بینمت به معنای از که فردا خواهد دیدیم درست است و آخری که هستک، اپلوس. اپلوس 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 چی مانا؟ به مانا از که سی به انگلیسی چی میگن؟ سی او میبینیم و یا خواهد دیدیم دوستا تمام اینها که هستک، خداحافظی رسمی هستک. زمانی که شما با کس رسمی خداحافظی میکنید میتونید که هر یکی از اینها استفاده کنین درست است زمانی که شما با کسی سخن میگویید و خداحافظی میکنید در اخیر و او دوستتان میباشد سنفیتان میباشد و یا کسی است که روزمره با او شما هم سخن هستین پس شما با او سلو نیز گفته میتونید. بعض دوستا سوال خواد کرده که سلو هم هلو شد و هم بای شد بله دوستا سلو به معنای دو چیز است به معنای های و بای البته به زبان غیر رسمی وقتی زمان شما میگن سلو به معنای از که های درست است و زمانی که شما میگن سلو در اخیر مکالمه تان در آخیر کانورسیسیون تان به معنای از که میگن بای یا خدا حافظ ولی غیر رسمی درست است آخرین که هستک او چی هستک؟ چاو 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 چی مانا؟ باز هم به مانای بای ولی به با کدام زبان؟ به زمان غیر رسمی درست است؟ وقتی که زبان غیر رسمی با کسی شما خداحافظی میگوید چی بگوین سلو و یا چی بگوین چاو بریم به سلاید بعدی قسمه که در ابتدای درس به شما گفته شد که ما شما اینجا درس و یا موضوعات رسمی و غیر رسمی را بحث می گیریم عین موضوع در اینجا به شما درس داده می شود که چه قسم از کسی می پرسید که شما چطور هستید حالا در کدام ستون چپ که شما می بینید در اینجا شما سوال می کنید که شما چه قسم هستید به طور رسمی و به طور غیر رسمی به طرف راست است بیا این که آغاز کنیم نخست سوال کردن رسمی را که شما چطور هستین چه قسم سوال میکنین کومون تلی وو شما کوشش کنین همراه ما تکرار کنین تا که بهتر زبانتان عادت کند. کومون تلی وو کومون تلی وو وو حالا کم تستر تلفظ میکنیم کمون تلیبو کمون تلیبو کمون تلیبو پس معنایش چی هستک How are you? How are you? چی معنا؟ شما چطور هستید؟ شما چطور هستید؟ ببینین ما شما در اینجا چی استفاده کردیم؟ شما من نگفتم که تو چی گفتیم؟ شما

چی معنا؟ تخی بیان بسیار خوب استم. مرسی به معنای از که تشکر. ای و, و شما. ای وو و شما. زمانی که شما پرسان کردین که پس پرسان کردین که شما چطور هستین؟ آنها به شما جواب میده که سوا تخی بیان. سوا تخی بیان. سوا تخی بیان. سوا تخی بیان. و یا ای که ای قسم به شما خواهد گفت کم سی کم سا کم سی کم کوشش کنین که همراه ما تلفظ کنید تا که بهتر عادت کنید پات بین پد بین پد بین پد بین پد بین پد بین با چی معنا اول به انگلیسی به شما ترجمه شده اینجا I am very well I am very well. پس سواد خیب چیمانا؟ من بسیار خوب هستم من بسیار خوب هستم کمسی کمسا به بف... انگلیسی چه قسم گفته میشه؟ سو, سو سو. سو یا کمسی کمسا با معنی ازی است که هستم دیگه. و یا این که هستم. با معنی ازی است که نه خوب هستی نه حالتت خراب است. با معنی ازی است که 50 فیصد خوب هستین 50 فیصد خوب نیستین و یا این که 50 فیصد احساس خوب دارین 50 فیصد احساس درست ندارین سعیست؟ و در اخیر دیگه جواب که بر انها گرفته شده پد خی بین پد خی بین بین چی مانا پد not very well not very well و یا این که شما میگین که خوب احساس نمیکنم خوب احساس نمیکنم. کنم درست است دوستا کدام کانورسیشن و یا کدام مکلمه را که شما در طرف چپ دیدین تمام اینها چی بود فارمل بود معنای از این که رسمی از کسی سوال کردیم و یا احوال پرسی کردیم که شما چی حال دارین و اونها جواب داد که ما خوب هستم و شما چطور هستین آنها گفت که ما خوب هستم و یا هستیم و یا اینگیج خوب نیستیم باز هم از نخست آخر به شما می خوانم و شما گوش کنید کومون تلیو تخیبین بین مرسی ایو سوا تخی بین کوم سی کوم سا پا حالا دوستای گرامی میریم به طرف راست ازی درس و یا طرف را... آه... کالام و یا اینکه ستون راست ببرین در اینجا نوشته شده انفاقمل. انفاغمل چی معنا می دهد؟ معنای غیر رسمی حالا شما از یک دوستتان و یا یک سینفیتان و یا یک کسی که روزمره با آنها شما روبرو می شوید و مکالمه می کنید با آنها انفاقمل و یا غیر رسمی سخن می گوید پس دوستای گرامی این نوع کلمات شما استفاده می کنید چه قسم شما سوال می کنید؟ کمون و چو، و چو، و چو. ایتیک از تلفظ نمی شود کمون و چو، کمون و چو. چریمانوس، how are you doing؟ how are you doing؟ شما چطور هستید؟ نه اینجا سوال میکنید که تو چطور هستی؟ چاقسم؟ در اینجا گفتیم که شما چطور هستید در اینجا میگیم تو چطور هستی فرقش را احساس کردین دوستان؟ فرق این بود که در اینجا شما استفاده کردین در فارمل و در اینجا چی میگین تو شما و تو پس در غیر رسمی تو استفاده شد تو چطور هستی جوابش چی هستک سوا اتوا سوا اتوا خوب هستم و تو خوب هستم و تو سوا اتوا پس دوستای گرامی این درس که به شما پیشنهاد شد و یا تقدیم شد این درس هست که فارمل و غیر فارمل چی موضوعات در بار میارد دوستا این موضوع درس ما که بودک اینها فارمل و غیر فارمل که بودک درباره از این موضوع بوده که زمان شما با کسی سخن میگویید و موضوعات فارمل استفاده میکنید آنها زیادتر در کجا استفاده شود و چه قسم استفاده می شود خودتان بهتر میفهمین که یک دفتر میروین با یک کس گپ میزنید و حتی روزمره حتی اگر شما در فرانسه زندگی میکنید و اگر با در مترو با کس میخواین گپ بزنید و با او تو استفاده کنید و یا از کدام کلمات که است ملستک غیر رسمی استفاده میکنید حتی خودم شاهد از این هستم که یک بار دو بار کس را دیدیم که زمان آمیانه و یا غیر رسمی استفاده کرده و طرف مقابل با او گفته که شما حق ندارین که این نوع با من صحبت کنید درست است؟ به معنای عزیز که شما حق ندارین که تو استفاده کنین به با من باید وو استفاده شود درست است نه؟ پس معنای از این دهد که شما همیشه در نخست با هر کسی که گپ میزنید باید زبان رسمی گپ بزنید. بعدا بعضی ها خودشان پیشنهاد میکند که امکان داره که به جای رسمی شما تو استفاده کنید و یا خیر. او باز فرق میکند نظر به مو زمان باز میشه که شما بگوین بله حالا غیر رسمی سخن میگویم دیگه دوستای گرامی درس ما اینجا به پایان میرسد تمام موضوعات که ما شما خواندیم رسمی و غیر رسمی به شما تقدیم شد حالا در بخش کنکلوژن به شما گفته شده که و پوید خوبه لیلسون آن پی دی اف اوک لیلین la boîte دی description". کدام درس را که ما شما خواندیم ای درس پی دی شه البته پی دی اف بمانای از است که همین نوت شما میتونین که در لنک از ای ویدیو کلک کنید و دانلود کنید و پرکتس کنید پیشنهاد بنده این است با شما که هر درس را که شما میخواین، کوشش کنید یک قلم و یک کتابچه را بگیرید یک لغت چندین بار بنویسین چندین بار بنویسین کم از کم ده بار بنویسین با شما زمه می میکنم که در آخر از این کورس شما خودتان در دسکریپشن به ما نوشته خواهد کردین که واقعیت از این کورس ما یک بهره به دست آوردیم دیگه دوستای ما شما درس ما در اینجا به پایان میرسد تا درس بعدی شما را به خدا یگانه میسپارم خدا حافظ